کمین فرمانده حسیب قوای مرکز بالای گروه طالبان در دره آرزو. از سرگیری حملات طالبان در اندراب و خوست فرنگ ولایت بغلان. هموطنان عزیز، درود و سلام. آریا پرس نیو اجنسی در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد. از سرگیری حملات طالبان در اندراب و خوست فرنگ ولایت بغلان. با گزارش منابع آریا پرس از شهرستان اندراب ولایت بغلان، طالبان از نیمه های شب گذشته حملات خیش را بر موازی نیروهای مقاومت و مبارزان جبهه آزادی از سر گرفتند. یک منبع مطلع به آریا پرس خبر می دهد که این تهاجم طالبان از صبح امروز در محور دره کاسان با شدت بیشتر آغاز کردند. گفته می شود که فرماندهی افراد طالبان در نبردهای چند روز پسین در اندراب را فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش خودخوانده طالبان به عهده دارد. در همین حال از شهرستان خوست فرنگ نیز گزارش آغاز دوباره درگیری در چند محور می رسد. منابع گزارش می دهند که طالبان در محور کوهستانات دره چرخ فرک با کمین نیروهای مقاومت برخوردند. یک منبع نزدیک به فرمانده مبارزان مستقر در آن ارتفاعات به آریا پرس گفت که نیمه شب 24 سرطان یک گروه 150 نفره طالبان که قصد بالا از ارتفاعات روستای کوهستانات و حمله بالای موازی نیروهای مقاومت را داشتند با کمین نیروهای مقاومت برخوردند که در نتیجه 4 تن از آنها کشته و عده زخمی شدند و این امر سبب شد تا پیشروی آنها به کندی مواجه شود. منبع افزود که از ساعت 11 امروز 25 سرطان گروه دیگری از نیروهای طالبان به موازی نیروهای مقاومت مستقر در کوتل آبنو واقع در خواهوش هجوم برده و برای بیرون راندن نیروهای مقاومت از موازیشان کوشش می کنند. به قول منبع که تا زمان مخابره خبر طالبان موفق به پیشروی نشده اند و تلفات آنها در حال افزایش است. آگاهان به این باورند که گفتگوی اختصاصی احمد مسعود که از او به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی یاد میکنند با شبکه جهانی بی بی سی فارسی و واکنش یکی از ممبران میان رتبه کاخ سفید به آن میتواند دلیل شدت یافتن حملات و تحرکات نظامی طالبان باشد. به قول آگاهان که احتمال دارد رهبری طالبان سخنان مامور کاخ سفید را نشانه بر رسمیت شناخته شدن امارات خودخوانده طالبان از سوی امریکا و صدور مجوز حمله و سرکوب مخالفان تعبیر کرده و در ادامه به حملات هماهنگ همزمان به موازی نیروهای مقاومت در ولایت پنجشیر، بغلان و تخار پرداخته باشند. در همین حال اجمل سیلاب در برگه رسمی فیسبوکش می نگارد ساعت 3 بامداد اشغالگران تروریست برای حمله بالای رزمندگان در منطقه دره آرزو برنامه ریزی کرده بودند که با کمین فرمانده حسیب قوای مرکز و همسنگرانش مواجه شدند. دشمن تلفات سنگینی را متحمل شدند. نوار صوتی مربوط به حسیب قوای مرکز در دره آرزو. علی اومدین بشنم یا قومدین؟ درست بیانه که اونجا دو تا شیست مانده سوایشان فکر کنم افتاد دگونه ما رو سوایشان فکر کنم افتاد دگونه ما رو میتونه مسیر بگیرم بیانه شیرین ملا مشنوید آمده سراسه ده ایک نفر افتاد آمده بگیردش بیانه Come dire, dushmana gore ta tarasukto nasione.
تا پیدا کرده. از توجهتون جهان سپاس، وقتتون خوش، الله نگهدارتون.